درود شریف بشار پالی اللهم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. برای شما بهتر معلوم است که رشد صنعت برای توسعه اقتصادی یک کشور جایگاه خاص خود را دارد. در افغانستان فعالیت های صنعتی به صورت منظم و مدرن برای اولین بار در سال های 1353 با ایجاد اولین پارک صنعتی در منطقه پل چرخی شهر کابل شروع شد. در این سال ها افغانستان سیاست های مختلف اقتصادی را تجربه کرده، این امر متاسفانه نه تنها به این بخش کمک نکرده بلکه چالش های زیادی فراراه صنعت و صنعتکاران را ایجاد نمود. فراراه صنعت و صنعتکاران را ایجاد نمود. فعالیت های صنعتی ما روی بخش های استخراج معادن، صنایع کارخانه ای و علی آله و اصحابه الطیبین الطاهرین. جل تبارک و تعالی افتتاحیه کو مبارک ہے. جل تبارک و تعالی وزیر سے خوشمول مائیں چاچے کے افتتاح کی ہمکاری کرے گا. اللہ دی دنیا و آخرت سعادت و خوشحالی کامیابی نصیب کی. اللہ رسول تجاران راغلی سرکاران راغلی دی ددی کاروبارونو کی اللہ برکتونه پیدا کی، رزق کی ورته برکت پیدا کی، اللہ تبارک کورونو کی برکتونه پیدا کی. دا کم مسلمانانو باندې سیلاب راغلی دی، اللہ سو وفات شوي شهیدان شوي دی، ارواح یې د بدر او شهدا سره یو دی کی. اللہ چاته تکلیفونه رسیدلي کورونه ورا شوي دی، اللہ دی ورته جوړ کی. یا الله ان دې لپاره افغانستان د افات او بریات او مصائب مشکلاتو نه وساتي. یا الله تبارک و تعالی سوچ افغانستان ترقی غواړي، افغانستان کې صنعتکاري دی، دې ته وده ورکړي. یا الله تبارک و تعالی کاروبار کې برکت پیدا کړي، الله دې ته ورته برکتونه پیدا کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام بر شما، امید که خوب و صحتمند و سرحال و هر جایی که هستین همیش خوش و آرام باشین. تصاویر که شما تماشا کردین خوشبختانه که حالا ما هم آمدیم به نمایشگاه ملی و بین المللی افته صنعت اینجا در شهر کابل، که این نمایشگاه ملی و بین المللی توسط مقامات ارشد امارات اسلامی افغانستان اینجا امروز در کابل افتتاح شد، که خوشبختانه در این نمایشگاه در حدود 800 از غرفه ها از محصولات و تولیدات وطن ما اینجا به نمایش گذاشته شده است. از شما هم دعوت میکنیم که برین جریان افتتاح و همچنان سخنرانی هایی که مقامات ارشد امارات اسلامی افغانستان در این نمایشگاه کرده شما هم ببینید. در ادامه بازم با ما باشید و همراهی ما نمایید. این نمایشگاه ملی و بین المللی که به مناسبت هفته صنعت برگزار گردیده است، واقعا از اهمیت ویژه برخوردار است. برای شما بهتر معلوم است که رشد صنعت برای توسعه اقتصادی یک کشور جایگاه خاص خود را دارد. در افغانستان
فعالیت های صنعتی به صورت منظم و مدرن برای اولین بار در سالهای 1353 با ایجاد اولین پارک صنعتی در منطقه پلچرخی شهر کابل شروع شد. در این سالها افغانستان سیاست های مختلف اقتصادی را تجربه کرده، این امر متاسفانه نه تنها به این بخش کمک نکرده بلکه چالش های زیادی فراراه صنعت و صنعتکاران را ایجاد نمود. فعالیت های صنعتی ما روی بخش های استخراج معادن، صنایع کارخانه ای از قبیل صنایع شیمیایی مثل کفش و ظروف پلاستیکی، صنایع خفیفه مثل البسه پشمی و قالین و محصولات فرشی، صنایع مواد غذایی، انواع مختلف، تولیدات فلزی، داروها، مواد ساختمانی، صنایع نجاری، کاغذسازی، صنایع دستی و سایر صنایع بوده است. در پارک های صنعتی مرکز و ولایات همه شرکت های داخلی و بیرونی به فعالیت خود ادامه می دهند و برای هزاران نفر زمینه کار را فراهم ساختند. نقش صنعت در تولید ناخالص ملی و یا GDP رول مهم را می داشته باشد. تقویت صنعت برای اشتغال زایی در کشور نیز حائز اهمیت می باشد. این مسئله مهم است که یک صنعت از نظر کیفیت و قیمت در بازار همراه دیگران رقابت کرده بتواند. برای رشد صنعت محیط مناسب کار، دسترسی به فناوری جدید علمی، ابتکار و خلاقیت به فناوری جدید، نیروی کاری متخصص مهم می باشد. الحمدلله افغانستان دارای عوامل مهم و غنی برای تولیدات صنعتی است. می تواند به یکی از مراکز مهم صنعتی در منطقه مبدل شود. رشد صنعت زمینه ساز رشد سکتورهای دیگر اقتصادی به ویژه زراعت نیز خواهد بود. امارت اسلامی افغانستان با تمام معنا حامی صنعت و تولیدات داخلی خود می باشد و از هر نوع سهولت در این راستا دریغ نخواهد ورزید و در جریان سالها با معافیت مالیه ها در بخش صنعت گام های را نیز برداشته است. ان شاء الله در آینده هم هر نوع خدمت و هر نوع سهولتی که برای تقویت صنعت و رشد اقتصادی افغانستان ضرورت باشد، امارت اسلامی افغانستان ان شاء الله در خدمت ملت و تاجران و صنعتکاران خود است. د سوداګری زوم بانکی حسابونو څخه د پیسو د برداشت د وستلو اندازه زیاتول، دا په اول کې چې تحول رالی تقریبا په ونی کې موږ $200 هغه خلکو ته چې امانتونه یې په بانکو کې ورکول، بیا دا لیمټ لوړ شو $400 ته، او بیا لوړ شو $600 ته، او بیا پسې لوړ شو چې اوس $1000 موږ په ونی کې هغه چاته ورکوو چې په بانکو کې حسابونه وي. خدا به انشاءالله نور مخته روان وي. دا د دې علامه ده چې زموږ استاسي بانکي سکتور الحمدلله مخته روان دی، او د سوداګریزو موخو لپاره نور بهرنیو هیوادونو ته د پیسو انتقالول سهولتونه ایجادول. پخوا چې په دې کې څه محدودیتونه و محدودیتونه مو سپک کړي دي،
وز مشت شتیانی کوای سوز مشت شخصی بانگونه او پات سو اغا تجاران چی خارج سخه واردات لري اغا کولای سی چتیانی وکي او د یو خپل اغا د ضرورت ور شان راي دا زموږ د پاره ډېر یو د خوشی ځای دی پخوا پنبه د کالو سره صادرېدل زده دي شاید يم چې پخوا موږ شپږ فابریکې درلودې اوس د پنبه د پروسس تقریبا څلوېښت فابریکې سته یوازې په هلمند کې ارزو مې دغه ده چې د هغه صنعت لپاره چې هغه بومي صنعت دی په افغانستان کې لکه د غوړو پروسس ودې ته موږ جدي توجه وکړو او څنګه وکولی سو چې د افغانستان صنعت پر مخ بوزو د افغانستان په ټول ارسو کې پرمختګ راغلی دی تقریبا 80% د افغانستان مشکلات چې دي په داخل د افغانستان کې حل شوی دي او 20% زموږ مشکلات چې دي هغه په بهر کې دي ارزو می دغه ده پر دوستو هیوادو باندې چې دلته زموږ سره تشریف لري همسایه هیوادو باندې موږ غوښتل چې په هغه کې ځلکه د افغانستان د پیسو کنګل کېدل د افغانستان پر رسپېژندنه کې باید پر همکاري وسي څو موږ وکولای سو د نړۍ سره زموږ ارتباطات نور هم ډیر سي د افغانستان د صادراتو شوالی یا د افغانستان د صادراتو پر مختیا یو د هغو پرمانو څخه چې جناب علي قادر شیخ صاحب امیر المؤمنین صاحب ورکی پر صادراتو باندې د ټکس مافیدل دي هغه اضافي ټکسونه چې پر صادراتو باندې دي و چې په تیر کال پروژه کې هغه ماب سو تقریبا زموږ په صادراتو کې په بعضي اقلامو کې چې موږ په افغانستان کې تولیدو د پام ور ډیروالی راغلی دي په تور د مثال د ترکیه سره په صادراتو په واردات کې زموږ 350% ډیروالی راغلی دي د پاکستان سره هم د ایران سره هم د ټولو هیوادو سره زموږ صنعت په مخ روان دی زه د صنعت دونی تبریکی وایم ټولو صنعتکارانو ته کوشش په ګډه کوو په هر ځای کې چې څنګه د افغانستان په صنعت کې پرمختیا رامنځته سي ارزو مې دغه ده جناب وزیر صاحب محترم تاسو ته جناب مامین صاحب تاسو ته بدری صاحب تاسو ته او خدای تعالی دې اجملا صاحب په سفر دی خدای تعالی دې سفر په خیر کې انشاءالله او زه بیا هم د افغانستان د اتاق طرف ته سوداګرۍ په نمایندګۍ باندې مننه کوم د ټولو د افغانستان د اقتصادي کمیسیون څخه چې همیشه د افغانستان د تجارانو ملاتړ کړی دی په هر ځای کې په هر نقطه کې چې زموږ کار سوی دی کېږي ارزو مې دغه هغه فابریکې چې په خارج کې دي د هغو د ځمکې په ورکولو کې زموږ سره همکاري وکړي تقریبا دغه اوس هم یو د غالیو فابریکه در روانه ده ارزو مې دغه شاید وزیر صاحب معاون صاحب تاسو ټوله په خبر یاست د ځمکې د ورکولو لپاره د هغه ماشینان ولاړ دي هیله مې ده چې د ځمکې په ورکولو کې پر همکاري ورسره وسي یا مثلا هکذا نورې فابریکې دي چې هغه ورې دي په دې کې زموږ سره همکاري وکړي چې کوشش وکړو موږ تقریبا جناب معاون صاحب محترم حسب هدایت جناب محترم مجموع الله صاحب برادر اخون کی دیروز تشکیل کمیسیون داده خود ما هم دست به کار شدیم اتاقای تجارت قندوز که یک حوزه ما هستن به کمک مردم شد هفته حوزه دیگه ما که اتاق بلخ هستن و هم به کمک مردم شد هفته تا به مردم کمک ها را برسانیم و انشالله در تمام افغانستان صدا شده و تا چه رقم ما بتانیم با مردم خیست با به هموطنای خیش که دایی چیز جانای شیرین خود از دست داده و دایی مصیبت امرایشان همکار باشیم و انشالله کلگی دوستا از تمام افغانستان بازم صدا میکنیم که هر کس چکا چکا دریاب میشوه ما و شما باید با کلگی همکار باشیم و چه رقم بتانیم با مردمای خود کمک و همکار باشیم نمایشگاه د دوغو نمایشگاه و جوړول چې اوله نمایشگاه تقریبا درې کاله د مخه د اقتصادي کمیسیون په خاصه مرتبه باندې د وزارت تجارت او د نورو همکارو مؤسسو چې جناب بدرې سبغه وزیر د مالیو د ټولو په همکاري باندې د درو کالو راپیس چې موږ نمایشگاه جوړ کړی دي د نمایشگاه کې موږ په میلیونو میلیونو قراردادونه کړی دي او د افغانستان ټول خلک د یاد سیمې خلک په دې توګه دل چې څنګه د افغانستان څخه خپل دي صادرات ترلاسه کوي په مدنیاتو کې سرمایه گذاري کوي په ټول شه نو ارزو مې دغه چې دغه نمایشګر تقویه په باره کې بیا هم ستاسو همکاري غواړو خدای تعالی مو په عزت لره او کامیاب اوسئ د واخان کوریډور په خاره کې چې موږ غواړو چې د نړۍ د بل غټ اقتصاد د چین سره موږ مشلیږو په دې کې هم د ریل د پټلۍ اقتصادي کمیسیون د افغانستان د زحمت څخه موږ همکاري غواړو چې زموږ سره په دې باره کې پر همکاري کوو چې څنګه وکولی سو چې افغانستان بیا د نړۍ د یو ډېر غټ اقتصاد چې چین دی د هغه سره مشلو زموږ په اوسني شرایط کې د ټولې دنیا سره صادرات واردات ترانزیت ټوله پر مخ روان دي اسلامي دغه هدف په نتیجه کې چې موږ هغه هدف مشخص دی هدف د افغانستان د اسلامي امارت او د افغانستان د ټول ولس همدا دی چې موږ یو خودکفا هیواد شو یو صنعتي هیواد شو په پخوا کې دا فکر و چې افغانستان صنعتي نشي کېدای
شل کال مخ کې او تل اس کال مخ کې د ټول افغانانو صدا پکرو چې افغانستان یو صنعتي هواد نشي کېدای دا باید یو داسې هواد وي چې د بهر ورته شي وارد شي او بیرته صادر شي در حالی که داسې نه ده اوس موږ دا ثابت کړه چې افغانستان صنعتي هواد کېدای شي نمونه په دغه ځای کې لرو زګوره بدری صاحب پاول کې وخت ته وزارت مالیه هم نه و کمیسیون اقتصادي و زه د حضور ته ورغلایم دا وسپنه بنده که نن موږ وسپنه خارج ته صادره وو د دغه پختې پاره که په یاد میدی موږ ورغلو د قندار همکاران راغلل پخته ټوله په هغه باندې وتله نورو ملکو ته خو اوس چې پخته موږ په خپل ملک کې پروسس کوو تاسو ګورئ چې په ټولو سکتورونو کې موږ خود کې پاکو که هغه د هغې نه که کنجاړه جوړېږي که صابون جوړېږي که غوړي جوړېږي انشاءالله دغې ورځې په هیله چې زر ته زره موږ د دغې نه رخت هم جوړ کړو نو بنا ان صنایع د مومد همکار دی موږ د زراعت دی زراعت چې موږ صنعتي نشي په هیڅ کله د زراعت رقابتي نه دی چې افغانستان صنعتي نه وي په هیڅ کله خپل معدن نشو استخراجولی همداسې دغه معدن د طلا د تپو په سر یا د غونډیو په سر به پراته وو او ورته ګورو به نه بشو کولی که څوک بل درته استخراجوي واقعا په کم قیمت به استخراجوي ارزها و اسعار خارجي از روند سعودی برخوردار شود و با ثبات بی پیشینه مواجه شود. دومین متغیری که میتونیم در پارادایم کلان اقتصادی به عنوان یک نمونه در ارتباط با پیشرفت اقتصادی مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم کاهش نرخ تورم هست. نرخ تورم در افغانستان بعد از استقرار امارت اسلامی به صورت کم سابقه و بی پیشینه کنترل شد، کاهش پیدا کرد که خوشبختانه در ارتباط با کاهش قیمت ها هم تاثیرات بر جای گذاشت. متغیر بعدی افزایش صادرات ماست. اگر ما وضعیت صادرات و واردات کشور را نسبت به گذشته ها مورد کنکاش و دقت نظر قرار بدیم، صادرات ما نسبت به گذشته ها چند برابر افزایش یافته است. متغیر بعدی جذب سرمایه است. با وجودی که محدودیت ها هنوز بر افغانستان به صورت غیر عادلانه وجود دارد، ما تانستیم در جذب سرمایه هم در بعد ملی و هم در بعد بین المللی موفقیت های چشمگیری داشته باشیم. الگو یا متغیر بعدی تدوین بودجه بدون حمایت خارجی است. در افغانستان سابقه نداشته که بودجه و روندهایی که با بودجه ملی ارتباط ارگانیک و دینامیک دارد بدون وابستگی و حمایت و کمک خارجی مطمح نظر قرار گرفته باشد. این برای اولین بار است که در دوره امارت اسلامی ما بودجه ملی خود را بدون حمایت و کمک خارجی تانستیم تدوین بکنیم و موفقیت های قابل قبول را در این حوزه داشته باشیم. موفقیت در جمع‌آوری مالیات یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی در تحولات اقتصادی کشور است. شما اگر یک نگاه تطبیقی داشته باشید نسبت به گذشته ها چون این روند وجود نداشت. نقطه مهم اینجاست که این وضعیت با رعایت عدالت و انصاف مورد توجه قرار گرفته، یعنی مالیات با فرایند ملی در دستور کار هست. اینطور نیست که مثل گذشته افرادی که صاحب منصب بود، افرادی که زورمند بود از پرداخت مالیات معاف بودند. و شما می دانید که بدهکاری های زیاد از افرادی که در گذشته متولیان امور سیاست و قدرت بودند وجود دارد. تعرفه های برقی پرداخت نشده. ای در حال است که در دوره امارت اسلامی تمامی افراد به صورت یکسان از روند پرداخت مالیات بهره مند شده، مستفید شده، چون این میتونه منافع ملی ما را ارتقا ببخشد و فرهنگ مالیاتی را در کشور باز تأسیس و مفصل بندی بکنه.
و این در نگاه بلند مدت و راهبردی و استراتژیک میتونه برای پیریزی یک افغانستان خودکفا مهم تلقی و تفسیر شود. بودن که ما در بخش های مختلف الحمدلله جواز داریم و یک موضوع ما یادآور میشیم، ما سکتورهای خصوصی که سکتورهایی که خودکفا هستند که آمارشان جناب کمیزاده صاحب شریک ساختن، ما کوشش می کردیم که کسایی که در سکتورهای خودکفای ما سرمایه گذاری میکنن، ما تشویقشان میکنیم که در یک سکتور جدید باید سرمایه گذاری داشته باشند، نه در سکتور خودکفای ما. ما میخواییم که رقابتهایی که ناسالم است، رقابتهای ناسالم خود باید به هر حالتی که میباشه باید حل داشته باشیم، حل کنیم. و همون که انقلاب صنعتی در پیش رو داریم و دعوا میکنیم که انقلاب صنعتی را در افغانستان میاریم، تنها به خود در داخل پالیسای خود امارات است الحمدلله. جناب صدر اعظم صاحب محترم گفتند از روز اول هر دوی ما یک جا شروع کردیم که سکتور مرداری را باید سر پای خود استاد شود. 98% 95% دعوا میکنیم که امروز سکتور مرداری الحمدلله به پای خود استاده. و در ولایت های دوردست ما رفتم، یک فرد بسیار به آسانی یک منظم یک برنامه الحمدلله فرم مرغداری را داره که امروز تقریبا همه کس بیش از 100,000 یا بیشتر از 100,000 نفر در این سکتور کار میکنند. سکتور لبنیات الحمدلله امارات حمایت کرد. واقعیت وقتی که آیس کریم و دیگه چیزهای بسیار دوغ و ماس و شیر از خارج می اومد، این واقعیت جای شرم بود به یک صنعتکار ما و به کسی که میگه من سرمایه گذار و سرمایه کار هستم و صنعتکار هستم. امروز الحمدلله رفت تعرفه شیر خشک، اگرچه دوستا و برادرهایی که اینجا هستن خفه نشوند، چون ما حمایت داخلی صنعت خود حمایت میکنیم، شیر خشک تعرفهش کمیته تعرفه حمایت کردیم به 30% رفت. من یقین دارم که هر خانه افغان یک فابریکه میشه انشاءالله. و حقیقت هم این است که وقتی که ما میگیم فقر زدایی میکنیم، وقتی که ما میگیم صنعت خود حمایت میکنیم، وقتی که ما میگیم مهاجرت زدایی میکنیم، دیگه هموطن ما مهاجر نشوه و کار پیدا کنه، اینمی پالیسی هایی است که امروز الحمدلله امارات در پیش رو داره با امید پروردگار. و گپای ما طولانی تر نشوه، انشاءالله صنعتکارهای ما مکمل در حمایت امارات هستند الحمدلله. کمیسیون اقتصادی از فضل خداوند، کمیسیون اداری ما و همچنان کمیسیون سیاسی ما. جناب شیخ صاحب محترم یادآور شد، حقیقتا شما مرجع صنعتکارا سکتور خصوصی شما اصلی مرجعی که باید مراجعه بکنی و مشکلات تو را بیان کنی فراموش کنی. در پهلوی ما بهترین همکار داریم، امر بالمعروف و نهی عن المنکر. اگر در یک کشور نباشه خدا نخواسته بیم عذاب است که در کشور نازل میشه، خدا نخواسته. و این سم شکایت امرایش اضافه شده هر سکتور خصوصی که حق واقعیت ما همراهتون همکاری نمیکنم، همکارای ما همکاری نمیکنن، میتونی در سم شکایت شما شکایت کنی و با امید خداوند به تمام برنامه هایتون رسیدگی میشه، به تمام مشکلات رسیدگی میشه. امروز احسان پروردگار هم است که امارت اسلامی در محوریت اقتصاد میخواد تمام مسائل داخلی و خارجی را حل بکنه. همه دوستا میفهمن امروز تمام برنامه هایی که البته جارحانه بود، موضوعات دیگه بود، آیست آیست داره حل شد. آرزوی مسلمان ها، آرزوی مردم افغانستان امنیت بود، امروز آمده. صلح بود الحمدلله آمده، یک دلی بود آمده، یک جهتی بود آمده. در بین ولایت مشکلات بود، در بین زبان ها مشکلات بود، در بین مردم مشکلات بود، همه حل است. امروز هم صلاح کونه ای که از طرف اجانب بود که دیواید این رول و به طرف تفرقه بینداز و حکومت کن ختم است. اگه احسان پروردگار امروز ما داریم افغانستان خود آباد میکنیم، افغانستان خود به امید خدا خودکفا میکنیم و به پای خود استاد میکنیم انشاءالله. ایزان بیننده بازم سلام بر شما. قسمی که میبینین حالا ما هم در یکی از غرفه های دیگر هستیم که خوشبختانه برای اولین بار این کمپانی در این نمایشگاه اشتراک کرده با این برادر ما که مسئول این غرفه از با اینا هم صحبت میکنیم. سلام برادر عزیز. سلام علیکم، وقتتون بخیر. بخیر هستین. سلام.
محمد شفیق انصار، مدیر مسئول گروپ کمپانی های شمس کلا. خب جناب انصار صاحب، بگن که گروپ کمپانی های شمس کلا چه وقت ایجاد شد، توسط کی ایجاد شد، در کجا هست؟ گروپ کمپانی های شمس کلا بر هرات، پارک های صنعتی هرات قرار داره و از سنگ تعدادی کارخانه تا فعل حال 1-2 سال میشه و از محصولات و عرضه ما در بازار 1 سال میشه و تقریبا 22 پردک داریم ما با فلیورهای متفاوت و مؤسس و بنیانگذار از این شخص نویس جلال الدین میباشند و ما افتخار از این کردیم دارین که به نمایشگاه هفته صنعت اشتراک کردین و خواستین که بفهمونین که برادر ما هم میتونه، شرکت شمس کلا هم میتونه که صادرات داشته باشه و یک خودکفایی دیگر هم در کشور عزیز ما افغانستان ایجاد شده. خب چطور که در این زمان مثلا شمس کلا آمد روی صحنه؟ دیگه در کل شخصا می سوال در کل ذهن همگی است، هر کس که می بر ما مراجعه میکنه می سوال دارن از ما. خب یک چیزی است که اگر تنها زمان مهم نیست، پیشرفت انسان پیشرفت یک چیز یک شی سر یک زحمت کشی و پشتکار و حلال خصوص کیفیت میشه. ما به هیچ زمان کوتاه مثلا این 8 ماه یا 1 سال میشه تقریبا که ما محصول خود به بازار عرضه کردیم. خوشبختانه ما فلحان با 5 کشور همسایه ما صادرات داره، 5 کشور همسایه صادرات دارن که دوستان من پرسان میکنن بیخی تجاوار است دیگه، چون جنس با کیفیت از جنس کیفیت داره و تقاضای زیاد داره و تانستن همونقدر ما پشتکار هم داشته باشین یک جنس محصول درست در افغانستان و مردم و عزیز خود برسانیم و عرضه کنیم. خب انصار صاحب، ایران بگوین که حکومت فعلی چقدر با شما در قسمت اهل مشکلاتتان و همچنان در قسمت از اینکه بتانین یک تولیدات با کیفیت داشتیم چقدر همکار است با شما؟ خوشبختانه یکی از دستاوردهای امارت اسلامی هم خواهیم این شرکت شمس کلا هست که زمان امارت اسلامی تأسیس شده و اگر حمایت نمی داشتن و اگر پشتیبانی نمی کردن ما فعلا فکر نمی کنم که دیگه شمس کلای وجودی شد. حتما پشتکاری داشتن، حتما ما را حمایت می کردن و تقاضای ما تقاضای زیاد نداره، فقط تقاضای می است که ما را حمایت بکنن و جلو محصولات خارجی وارداتی بند بکنن. امشالله که افغانستان نوین و یک صنعت رو و روش داریم و هستیم. چقدر شمس کلا یا گروپ کمپانی های شما به هموطنان ما زمینه کار را مساعد کرده؟ چقدر هموطنان ما کار میکنند در شفت های مختلف؟ خوشبختانه ما حضوران و حملا تقریبا 800 کارمند داریم و در 2 شفت کار میکنند و تقریبا 12 یا 1500 نفر هم غیر حضوری داریم و در ولایت ها هست که هر از این هم کارمندای ما یا این هموطنان ما که در این شرکت شمس کلا کار میکنه حتما و حتما یک خانواده در نان میده و نفقه میدن و ما خیلی خوشحال هستیم و افتخار امیر دارن که میتونه حداقل ما یک گوشی از فقر بگیریم، حداقل بتونه 1% از دست فقر کوتاه کنیم. خب ایران بگن انصار صاحب، شما خو کمپانی شما در هرات است، در کابل شما نماینده در سایر ولایت های افغانستان نمایندگی دارین؟ بله بله، ما تقریبا 25 ولایت زیر پوشش نمایندگی های خود داریم و 5 کشور همسایه ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و ترکمنستان و روسیه ما صادرات دارن، فعلا هم صادرات دارن و خوشبختانه جنس های شمس کلا یا محصولات افغانی با اندازه خودکفایی کیفیت خود رسیدن، یعنی کیفیت خود سطح کیفیت بالاست که تقاضای همسایه است و ما همه می افتخار داشتیم که کیفیت در محصول هست و تقاضا هست. انصار صاحب، ایران بگوین که چی گفتنی دارین به هموطنان ما که مثلا از محصولات افغانی استفاده نمی کنن، بونها چی گفتنی دارین، چی پیام دارین از طرف شمس کلا به هموطنان ما از لحاظ کیفیت چی اطمینان می دهید؟ ما خواه شمس کلا از 4 استاندارد بین المللی داره و خوشبختانه پیشتر سوال پیشتر که شما کردین چگونه تانستن شما اینقدر زود پیشرفت کنین، پس معلوم است که حتما یک کیفیت هست، وقتی کیفیت باشه پیشرفت بالفعل هم هست.
و ما از هموطنان خود خواهش داریم که از محصولات وطنی استفاده کنند، از محصولات با کیفیت استفاده کنند، به دلیل از این استفاده کنند که ما یک افغانستان کشوری هستند که رو به رشد هستند. و اگر مثلا فعلا 800 کارمند در کارخانه ما کار میکنه، 800 فامیل نان میخوره، و شما فکر کنیم 800 فامیل شما اگر محصولات وطنی استفاده شه، این 800 فامیل میشه 1000 فامیل، میشه 1500 فامیل، رو به رشد میشه. پس چه کار میشه؟ دست فقر ریشه‌کن میشه و ما یک افغانستان نوین واقعا داریم و داشتیم و می داشته باشیم. بسیار زیاد تشکر دکتر. سلامتی شما، خوشحال شدم، بخیر باشه. بیننده های عزیز، به شما نیز برمیگرده که از محصولات و تولیدات وطن خود استفاده بکنین و وطنان ما که از محصولات خود استفاده میکنن و از تولیدات کشور خود استفاده میکنن، اما مسئولیت ایمانی و وجدانی و افغانی خود در قبال این سرزمین ادا میکنن. تصاویر تماشا بکنین، بازم ما باشه. عزیزان بیننده، جهان سپاس که تا این دم با ما بودین. شما هم جریان برگزاری نمایشگاه را تماشا کردین. این نمایشگاه در حدود یک هفته اینجا در نمایشگاه ملی و بین المللی افغانستان برگزار می شود که تمام محصولات و تولیدات افغانستان اینجا به نمایش گذاشته شده است، که خوشبختانه امارت اسلامی افغانستان مصمم بر این است که از تولیدات و محصولات افغانستان همه جانبه حمایت بکنه و به هموطنان ما برمیگرده که از محصولات و تولیدات وطن خود استفاده بکنند تا ما باشد که بریم به طرف پیشرفت ترقی و به سوی آبادانی. انشاءالله که روزی برسه که افغانستان در قسمت تولیدات خود خودکفا شود. تا دیدار بعد که انشاءالله در خدمت حاضر میشیم، شما را به الله پاک بنیاز میسپاریم. الله حافظ، نگهدار شما. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.